معین وزارت زراعت و مالداری کشور به هدف بررسی مبارزه با کنترل ملخ وارد ولایت کندز شد. مولوی صدراعظم عثمانی معین وزارت زراعت و مالداری که به هدف بررسی وضعیت زراعت کندز به این ولایت آمده است میگوید که آنان پلان‌های عملی را برای رفع مشکلات زراعت پیشگان روی دست دارند که همکنون کمپین مبارزه به هدف نابودی ملخ‌های مزرعه ادامه دارد که نزدیک به 50,000 هکتار زمین در کشور با همکاری سازمان خوراکی از وجود ملخ‌ها پاکسازی شده است. په کندز که هم موږ د ابدان دشت ته لاړو، په خپل په سترګو باندې مو وکتله او الحمدلله تقریبا دلته هم ښه مجادله شوې وه چې په دې کې 15,000 هکتار د مجادلې چا میخانیکي شوې وه د اف یو په همکاري او زر جربه چې د زراعت و ریاست د دوی په حق باندې مجادله شوی و. مولوی همان الله حسن رئیس زراعت و مالداری دستاوردهای یک سال این ریاست را تشریح نموده میگوید که آنان در طی این مدت بیش از 250 میلیون افغانی از اشر و زکات فروش و محصولات زراعتی و دیگر بخش ها جمع‌آوری و به حساب دولت واریز کردند. کندز په ولایت کې صدد افغانستان کندو هم بلل کېږي. دی غنم حاصله سکل الحمدلله سل پسل که مونږ وایو سل پسل فیصدی ته رسیدلی دي، او اصلي عوامل دا دي چې دلته اصلاحي تخمونه کرل سوي دي، کیمیاوي سره د زراعت له لورې د موسساتو په همکاري باندې د حقینو ته ولس ته په لاس کې ورکول سوي ده، او بل موسمي بارانونه و الحمدلله د للمو د هغوی کوم ځای کې اوبه کمې وي، موسمي باران نه و، الحمدلله سږکال غنم بیخي حاصلات لوړ دي او ولس انشاءالله خوشحاله ده. در همین حال دیاقین در کندز از نبود بازار فروش برای محصولاتشان شکایت دارند و میگویند که از یک سو محصولاتشان بازار ندارد و از سوی دیگر قیمت کود کیمیاوی بلند است و از کیفیت خوب هم برخوردار نیست. آنان از مسئولان میخواهند که برای آنان کودهای با کیفیت کیمیاوی و تخمهای اصلاح شده توزیع کنند و همچنان برای نگهداری مسئولاتشان یک سردخانه میاری بسازند. بل دموږ تخمونه د تخمو ته ډېر ضرورت لرو، اشد ضرورت تخمو ته لرو. کوډ کیمیایي دی، کیفیت باید معلوم شي. د افغانستان د کوم کوډ را داخلیږي، د زراعت مسئول ده چې دا کار وکړي. دا کوډ بې کیفیته دی، کیفیت داره دی. دوا دغسې د مالو دپاره دوا دی، د مالداری دوا دغه ټولې ذخیرې باید دغه مالدار ټول دغه ډاکتران دا دوا چکن کی دلته راشي، د یو وخت چې ګټه رسیږي مالو ته تاوان رسیږي چې تاوان نه کی. گفتنی است که سالهاست دیاقین در کندز با مشکلات همچون نبود سردخانه روبرو هستند و مسئولان حکومتی نیز همواره برای حل مشکلات دیاقین تاکید نمودند. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندز.